کریم یا کریم شیرعی یکی از مشهورترین و باهوشترین دلقک های دربار ناصرالدین شاه بود که از رعایت ادب به شاه و مقربان درگاه شاه و شاهزاده ها معاف بود و اجازه مستقیم از خود ناصرالدین شاه داشت که هر موقع و هر کجا که دلش میخواد و به هر کسی و هر چی که دلش میخواد بگه. تو زمان ناصرالدین شاه کریم میتونست با کنایه‌هاش، عباراتش و الفاظ طنزآمیزش حتی از سفرهایی که خود ناصرالدین شاه تو اون زمان به فرنگ میرفت و باعث هزینه‌های سرسام‌آوری میشد انتقاد کنه. اما از طرفی هم خب باعث شادی شاهزاده‌ها، درباری‌ها و خود شاه میشد و کریم شیرعی بگونه این از شاه قاجار اونقدر محبوب و عزیز شده بود که بعد از مرگش 3 روز عزای عمومی اعلام شد. تو این ویدیو میخواییم بپردازیم به شخصیتی که توی تاریخ کشورمون نامش ثبت شده و شاید هرچند کوچیک و ناچیز باشه از لحاظ نام و شهرت، اما اگر بخواییم بهش بپردازیم شاید بتونه برای خودش حرفایی داشته باشه و بیشتر به اون بپردازیم. اگر مایلید برای شنیدن بیوگرافی کوتاه کریم ملقب به کریم شیرعی که خالی از لطفم نیست، در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. کریم مردی بلند قد و لاغرندام بود که همیشه لباسای عجیب غریب و رنگارنگی می پوشید و همیشه هم سوار یک خری می شد که این خرم دست و پای کوچیکی داشت. کریم اگرچه شغل پستی داشت و باعث می شد که همه دستش بندازن و بهش بخندن، اما دل فوق‌العاده بزرگی داشت و جزو آدمایی به شمار می آمد که دلسوز مردم بود و مردم دوست بود. کریم فوق‌العاده آدم روکی بود، به واقع میشه گفت یکی از امتیازای ویژه او همین بود که خیلی روک و راست حرفشو میزد و از هیچ چیزی و هیچ کسی هم باکی نداشت و ابایی نداشت. کریم به قدری نوشتن و خوندن بلد بود به طوری که میتونست گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. خیلی به پرورش گل علاقه داشت، به خصوص گل نرگس، و با گلایی هم که خودش پرورش میداد توی عید نوروز دست گلایی درست میکرد و اونا رو به دم در خونه های اعیون و اشراف و درباری ها میفرستاد و ازشون از این طریق عیدی میگرفت. کریم قبل از اینکه به تهران بیاد و به دربار راه پیدا کنه تو اصفهان به خاطر متلک های نیشداری که میزد به کریم پشه معروف شده بود و مردم اصفهان هم اونو با این لقب میشناختن و همه هم یه جورایی با متلک‌هاش و شیرینکاری‌هاش آشنا بودن و معروف‌تر شده بود. بعضی هم میگفتن که کریم چون تو اصفهان شیره انگور میفروخت بهش لقب شیره ای داده بودن و بعضی هم میگن که چون بیشتر وقتشو چرت میزد و ادای شیره یا رو در میآورد این لقب رو بهش دادن. همونطور هم که نقل شده میگن که کریم اولین باری که به تهران اومد شب بود و چون به جایی هم آشنایی نداشت بعد از مدتی که سرگردون و پریشون شده بود وارد خونه میشه که توی اون خونه جشن عروسی بوده و چون جایی رو واسه نشستن پیدا نمیکنه میره قاطی مطربا میشینه. بعد از مدتی هم که میگذره صاحب خونه که متوجه میشه آدم غریبه‌ای به مجلسش وارد شده ازش اسم و رسمشو میپرسه و کریم هم میگه که من از اصفهان تازه اومدم و کارم هم دلقک بازی و سرگرم کردن مردمه. بعد از این اتفاقم با سرپرست مطرب آشنا میشه. اون مطربم از کریم خوشش میاد و از اون شب به بعدم با همون مطربا به جشنای عروسی میرفت و با دلقک بازی ها و شیرینکاریاش میتونست مردمی که توی اون عروسی میومدن و سرگرم کنه. از این ماجرا چند وقتی گذشت و کریم تونست که باز مثل اصفهان اسم و رسمی برای خودش دست و پا بکنه و سر زبون ها بیفته. آوازه کریم تو تهران انقدر زیاد میشه که این آوازه به دربار ناصرالدین شاه و خود شخص ناصرالدین شاه میرسه. بعد هم دستور میده که اونو به دربار بیارن. بعدش هم ناصرالدین شاه وقتی که تو نگاه اول اونو میبینه ازش خوشش میاد و دستور میده که کلن دلقک مخصوص خود شاه بشه. کریم هم چند تا از ویژگی‌هایی که داشت و باعث شد که توی کارهاش موفق تر بشه، اولا آدم باهوش و موقعیت شناسی بود و میدونست که چه حرفی رو باید کجا بزنه و چه حرفی رو کجا نزنه، که این رفتار یکی از رفتارهای منحصر به فردش بود، و دیگه اینکه با شوخیایی که تو موقعیت‌های مناسبی براش پیش میومد میتونست کسایی را که تو کاراشون گره میفته
پیش ناصرالدین شاه اونا رو رفع و رجوع کنه که حتی بابت این کارش هم مزد و انعام خوبی می گرفت. مسئله معروفش هم خر کریم رو نعل کردن از همین گونه رفتارهایی که کریم انجام میداد حکایت میکنه و این ضرب المثل به این صورت معروف شده. کریم برای یه مدتی تونست که معاون نقار خونه تهرانم بشه که از این طریقم حقوقی دریافت میکرد و بجز اینم به کار مطربی و کارگرای مطربام رسیدگی میکرد، در واقع یه جورایی بر اونها ریاست میکرد. کریم شیرعی با اینکه یک آدم عادی بود و به غیر از تعزیه هایی که توی محرم اجرا می شد چیزی که شبیه به این نمایش ها باشه ندیده بود و حتی کسی هم نبود که اونو به این کار آشنا کنه و راه و رسم این گونه کارها رو بهش نشون بده و یاد بده، به تنهایی می تونست نمایش نامه هایی تهیه کنه و تنظیمشون کنه، نه تنها برای اجراهای تک نفری که فقط مختص خودش باشه، بلکه می تونست که چند نفر رو تو اون نمایش نامه ها جای بده و به طور گروهی بتونن مقابل ناصرالدین شاه و درباریا و حتی مردم عادی نمایش اجرا کنن. و از نمونه کارهایی که اون موقع معروف شده بود، نمایش نامه های کریم نمایش میدهد اشاره شده که این موضوع حکایت از هنر عجیب و قدرت خلاقانه و حتی حکایت از شهامتش میده. حرف آخر و کلام آخر این که کریم ملقب به کریم شیرعی رو میتونیم این گونه شخصیت پردازی کنیم که اون میتونست انتقادها و مشکلات مردم و جامعه رو به دلیل اینکه چون آدم حقیقتگویی بود و روک و راست میتونست مطالب و درد مردم ستم دیده رو با بیانی مضحک و خنددار به گوش ناصرالدین شاه و درباریان برسونه و حتی میتونست با این گونه رفتارش توطئه ها و فتنه های درباری رو برملا کنه، به نظر من میتونه از لحاظ شخصیتی قابل احترام باشه و بیشتر راجع به صحبت کرد. نظر شما درباره کریم چیه و با تعریف مختصری که از بیوگرافی او شنیدید اونو چه جور آدم میبینید و رفتارش و منشش چه درسی میتونه به ما بده و ما از اون سرمشق بگیریم؟ ممنون میشم که نقطه نظرهای خودتون رو برای ما کامنت کنید. پیروز و سربلند باشید. شما رو به خدای ایرانمان میسپارم.